درود به همه های عزیزم آدریان هستم باشپزی با من خوش اومدین امروز میخوایم با هم سبزه با ماش درست کنیم برای درست کردن سبز عید نوروز با ماش با من همراه باشیم با این ویدیو برای حمایت کردن از کانالم سبسکرایبش کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر روی شکل زنگوله کلیک کنید در ابتدای کار نصف پیمان ماش داریم اون رو داخل قابلمه میریزیم و حدود دو تا سه پیمان آب اضافه میکنیم بعد از این کار قابلمه رو کنار میذاریم و میذاریم به مدت دو روز ماش توی آب خیس بخوره تا اونها جوونه بزنه. تو زمان دو روز هم باید یک بار دیگه آب ماش رو عوض کنید. خب ما صبر میکنیم بعد از اینکه ماشهامون جوونه زد ادامه کار رو با هم میبینیم. دو روز از زمانی که ماشها رو گذاشتیم خیس بخوره گذشته حالا ماشهامون رو آبکش میکنیم داخل یه ظرفه یه پارچه نازک پنگ میکنیم و اونها رو انتقال میدیم به روی پارچه و همطور که توی تصویر داریم میبینین ماش های ما جوونه زده به مدت دو روز باید ماشها توی پارچه نمناک بمونه تا جوونه ها بیشتر رشد کنه فقط باید توجه کنید تو زمان دو روز حتما پارچه ای که روی سطح ماشها میکشیم کاملا نمناک باشه اگر دوست داشتین میتونید ظرف رو زیر آب ببرین و آب اضافه رو خارش کنید یا به همین صورت که توی تصویر میبینید به این صورت پارچه رو خیس کنید ما میذاریم دو روز از این زمان بگذره و ادامه کار رو با هم دنبال میکنیم بعد از این زمان باید ماشهامون رو به ظرف مورد نظری که برای سفره عید نوروز در نظر گرفتین انتقال بدیم بعد از این کار سطح ظرف رو صاف میکنیم و دونه رو به تمام قسمت ظرفمون پخش میکنیم. بعد از این مرحله باید ظرف رو داخل یه پلاستیک بزرگ قرار بدیم درب پلاستیک رو میبندیم باید توجه کنید به مدت سه روز به همین صورت باید ادامه بدین تا جوانه ها کاملا سبز بشن و تو این زمان هم باید حتما حواستون باشه که سطح سبز باید کاملا نمناک باشه بعد از زمان یک روز جوانه ها بیشتر رشد کرده تو که توی تصویر میبینین صبر میکنیم دو روز دیگه هم از این زمانی که گفتیم بگذره و ادامه کار رو با هم میبینیم بعد از زمان سه روز داریم میبینیم که جوانه ها رشد کرده و سبز شده دیگه از این مرحله به بعد نیاز نیستش که داخل پلاستیک بذارید فقط باید سعی کنید که سطح دونه ها نمناک باشه و جلوی نور قرارش بدین از زمانی هم که این سبزه رو گذاشتیم حدود 7 روز گذشته از این مرحله به بعد باید سبز کنیم تا کاملا سبزه هامون رشد کنه تا به اون مرحله ای که میخوایم برسه بعد از سه روز که گذشت سبزمون به این صورت رشد کرده از زمانی هم که خواستیم این سبزه رو درست کنیم تا به الان ده روز گذشته همونطور که داریم میبینین باید سب کنیم تا سبزمون پرتر بینندای عزیز اگر تا به الان سبزه گندم و سبزه تخم شربتی یا خاکشی رو ویدیوشو ندیدین همین بالا براتون قرار دادم میتونید تماشا کنید و برای عید نوروز این سبزه ها رو برای خودتون درست کنید حالا سب میکنیم تا سبزمون بیشتر رشد کنه و پایان کار رو با هم میبینیم بینندای عزیز سبزه ماش ما شما آماده شد حدود دو هفته کلا زمان میبره تا این سبز رو درست کنید امیدوارم از این برنامه لذت برده باشین پیشا پیش عید نوروز رو بهتون تبریک میگم هر جا که هستید شاد و پیروز باشین تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم بدرود